استوانه ای پر از آب است نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می کند اف ای و فشار حاصل از آب در کف استوانه پی ای است اگر ابعاد استوانه بی نصف ابعاد استوانه آب باشد و آن را هم پر از آب کنیم نیرو و فشار مورد نظر به ترتیب اف بی و پی بی می باشد نسبت های اف ای به اف بی و پی ای به پی بی به ترتیب از راست به چپ کدامند خب بچه دقت بکنید فشار مایه است تو کف ظرف من خب فشار مایه چه رابطه به دست بیاد پی مساوی با رو جی هاش درسته خب پی ای به پی بی میخوایم اینو به دست بیاریم پی ای به پی بی خب جفت مایه های من آبن جفت ظرف ها رو پر از آب کردم پس روها باید با هم برابر باشه جی هم که برابره پس فقط میمونه نسبت هاش هاشون پس پی ای به پی بی رابطه مستقیم داره با هاش دیگه میشه هاش ای به هاش بی درسته خب گفته ابعاد استوانه بی نصف ابعاد استوانه ایه خب ابعاد یعنی چی؟ یعنی این استوانه کف شعاع این نصف شعاع اونه ارتفاعش هم نصف ارتفاع اونه های ارتفاع هم یکی از بوداست دیگه انشالله درسته خب پس وقتی B نصف ای است ایه دو برابر بیه است پس اچ ای دو برابر اچ بی پس این نسبت میشه دو پس پس دوم سوالم بود دیگه دو 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 گزینه سه خط میخوره درسته اما بریم سراغ F. نیرویی که به کف ظرف دارن وارد میکنن تو حالت عادی میدونی دیگه F مساویه با پی ای. پس اف این به اف اون میشه پی این به پی اون زب ای این به ای اون نسبت پی ها رو به دست آوردیم بعد بریم نسبت ای ها رو هم به دست بریم با توجه می که بعد این هر بعد این نصف بوده اینه پس مساحتش میتونیم بگیم یه چهارم این داستانه خب اما خیلی خوب نیست خیلی خوب نیست خیلی ساده تر میتونیم بررسی بکنیم ببین من اینو میذارم کف دست من چه نیرویی داره به کف دست من وارد میکنه فشار میده پای هول میده پایین چی وزنشه دیگه پس این مایه من هم نیرویی که داره به کف ظرف من وارد میکنه برابر با وزنشه چون دیواره من قائمه این نکته رو تو پرانتز داشته باش داشته باش پس عملا ام جی میشه افشون درسته خب حالا هر بوده ای دو برابر بوده بیه حجم سه بوده پس دو 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 طول عرض ارتفاع حالا استوانه از فرقی نمیکنه پس وقتی یه چیزی یه بودش دو برابره حجمش میشه دو به توان سه چون سه بودی میشه دیگه پس هشت برابره هشت برابره خب حجم آب من هشت برابر شده چون روم ثابت جفتش آبه پس قطعا جرم من هم هشت برابر شده پس قطعا این برابر با F بود دیگه F من هم هشت برابر شده چون جیکه ثابته پس قسمت اول سوال میشه هشت جواب گزینه یه چهارم دیدی اصلا نیازی نبود از رابطه F مساوی با PA استفاده بکنه به جواب میرسید یا خیلی سخت در جواب گزینه یه چهارم